خب این بوقلمون 13 دلاری که خریدم رو آوردم و چون خیلی اصرار کردید که طرز پختش هم بهتون یاد بدم، چشم، اون هم بهتون یاد میدم. اول زرورق روش رو باز میکنین، به این صورت سعی کنید از چاقوی اره‌ای استفاده کنین، چاقوی اره‌ای خیلی بهتره. بله، این بوقلمون چیز خیلی خطرناک و وحشتناک عجیب غریبی نیست، همون مرغ خودمونه، یه ذره گنده تره، چیز خاصی نیست. اول ببخشید هول شدم صدام گرفت، اول پوست روشو ور میداریم، بعد بوقلمونو ور میداریم. من سعی میکنم که این بوقلمون رو خیلی بچه بوقلمونیه، سعی میکنم که خیلی آشپزخونه رو به هم نریزم، خیلی مختصر مفید برگزارش کنم. بنابراین با نوع طرز تفکر خودم اینو در یک قابلمه خیلی مناسب میپزم. اول میپزیم، اول از این ور که نمیشه جا از اون، البته من فکر کنم با یه ذره بخار بپزه، ولی خب شوخی کردم، معلومه که این قابلمه اندازه اون بوقلمون نمیشه، خواستم براتون مزه بریزم. به نظر من بهترین راه برای طبخ بوقلمون یه گذاشتنش توی مایتابه است، چون تو مایتابه پهنه و بخار به همه جاش میرسه. مایتابه‌ای که داریم، اون در که نه، این درم که بر این در خودشه، بخار از زیر بهش میرسه ها، منتها فکر میکنم بخار به روش نرسه. بنابراین خب من توصیه میکنم به شما که بله، بوقلمون رو تو مایتابه هم نگذارید، یه قابلمه بزرگ بذارید، خیلی راحت درش هم ببرید. اینه یه مرغ، با بوقلمون اینه یه مرغ باید رفتار کرد. بازم لنگش بیرون موند، برعکس هم که بذاریم سرش بیرونه. خب میدونید من خواستم که به طور مثلا به یک طرز جدیدی براتون بوقلمون رو بپزم. گفتم که خب تو مایتابه درست کنیم، خیلی ها شاید تو خونهشون توست چی میدن از این یارو فر نداشته باشن، من خواستم یه همدردی کنم با کسایی که فر ندارن. نه، دوستان میگن که اون کتفش درد میگیره از اونجا بلندش میکنی، نه این کتفش درد نمیگیره، مرده، این زنده نیست که کتفش درد بگیره. بله میبینید که با بالاش اول باید بکشیم، بالاش واز شه یه قلنجش در بیاد یه ذره که آماده بشه برای پخت، چون وقتی میپزن و فریزش میکنن این جمع میشه تو هم. بله من مجبور شدم برم سراغ همون پخت سنتی بوقلمون در فر. اول در فر رو باز میکنیم، سینی فر رو در میاریم، سینی فر باید تمیز باشه. بوقلمون پرواز میکنه از روی میز آشپزخونه میاد پایین، هم میتونه به پشت بخوابه، میتونه به دمر بخوابه، اون دیگه بستگی داره خودتون چی راحت باشین، دمر راحت باشین، به پهلو راحت باشین. در بوقلمون رو میبندیم، این فر رو میبندیم و میذاریم برای 5 تا 6 ساعت بپزه. بعد 5 تا 6 ساعت، البته مال من شد حدوداً 6 ساعت و نیم، اب نداره، یه خورده برشته شده روش، واز میکنیم. آخ من یادم رفت فر رو روشن کنم، مثل که اصلا امروز روز بوقلمون نیست، گندی هم گرفت. خب میدونید تمرکز در آشپزی چیز خوبیه، به نظر من تمرکز اولین مقوله‌ایه که باید شما بهش روش تمرکز کنید. حالا ایرادی نداره، من اصلا بیخیالش میشم، برای اینکه من اصلا فکر کردم دیدم که این بوقلمون مال 7-8 تا آدمه،
من که 7-8 آدم نیستم، من کلن یه نفرم، بنابراین شروع کردم به خورد کردنش. اگر دیدید که بوغلمونتون به مشکل برخورده توی خونه، خیلی راحت بوغلمون رو شروع میکنید به تیکه کردن. اصلا نترسید، بوغلمون همون مرغه، یه ذره گنده است فقط. ببینید، بله، این از این سا، از اینجا، از بغل رونو میگیریم میبریم، بعد برمیگردیم رونو میشکنیم، بعد گوید گوید این گوید 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 چقدر تیکه توش در اومد. بله، اتفاقا همون بهتر که توی فر و قابلمه نپختیم، چون این الان تا یک ماه ما تو خونه مرغ داریم، یعنی تا یک ماه بالش هم باهاتون خدافظی میکنه، تا یک ماه ما میتونیم تو خونه خورشت مرغ درست کنیم. خدافظ.